در کانال وقت داستان با جان شیفته همراه ما باشید. اثری از رمان رولان، ترجمه محمود اعتمادزاده، بهازین. روایت شهرزاد فتوحی، کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی، تابستان بخش دوم. آنت از آنکه چنان روزی را دوباره از سر بگیرد بر خود می‌لرزید. نیروهایش از عهده آن نمی‌توانستند برآیند، ولی آنچه از آن پس روی داد آن شدت هراس‌انگیز ساعات گذشته را نداشت. رنج و درد آدمی هنگامی که به اوج خود رسید می باید فروکش کند، یا باید مرد و یا باید خو گرفت. سلوی بار دیگر بر خود مسلط شده بود. یک سر رنگ پریده بود، کنج پرهای بینی و لبانش را چینی عبوس شیار می کرد که از آن پس اگرچه تا اندازه‌ای محو شد، اما پژمردگی آن بر جا ماند. سلوی آرام بود و فعال، با کارگرانش سرگرم بریدن و دوختن رخت‌های سوگواری بود. دستور می داد، مراقب بود، کار می کرد و حرکات دست‌هایش همچون نگاهش مطمئن و دقیق بود. پیراهن آنت را برایش امتحان کرد. آنت از گفتن کلمه‌ای که یادآور مراسم به خاک سپردن باشد پروا داشت، ولی سیلوی با خونسردی از آن سخن گفت. نمی‌گذاشت که دیگری جز خود او به جزئیات کار بپردازد. همه چیز را خود ترتیب داد و این آرامش ارادی را او تا پایان مراسم حفظ کرد. چیزی که بود با خشمی سرد و متراکم از اجرای هر گونه آیین مذهبی سرباز زد. سلوی نمی بخشید. تا آن زمان او به طور مبهمی بی اعتقاد بود و غم آن هم نداشت، اما دشمن هم نبود. و در این آن که اندکی ریشخند می کرد، آن روز که دخترک زیبای خود را در پیراهن سفید مراسم عشای ربانی دیده بود، بی آن که نزد خود اعتراف کند منقلب شده بود. آری، همین، گول خورده بود، پست فطرت. و این را سیلوی هرگز نبخشید. آنت از آن بیم داشت که آن فشار غیر انسانی که سیلوی بر خود تحمیل می کرد در بازگشت به خانه به بهای یک حمله تازه عصبی تمام شود. با این همه به او اجازه داده نشد که در کنار خواهر خود بماند. سیلوی با تشدد او را از این کار منع کرد. حضور آنت برایش تحمل ناپذیر بود. آنت پسرش را داشت. روز دیگر شوهر سیلوی نگران نزد آنت آمد و حکایت کرد که سیلوی
هیچ نخوابیده است. او نه گریه می کرد، نه گله گذاری می کرد، به خاموشی اندوه می خورد. با سخت دلی کار کارگاه را از سر گرفت و این برایش یک وظیفه مکانیکی بود، آمرانه تر از زندگی. کسی از حالش بو نمی برد مگر به قرینه پاره پیش آمدها، اشتباهاتی که پیش از آن هرگز مرتکب نمی شد، پیراهنی که از عرض پارچه برید و پس از فهمیدن بی آنکه کلمه‌ای بگوید آن را از بین برد، همچنین انگشت‌های خود را با قیچی زخمی کرد. شب هنگام او را بران داشتند که به بستر برود، ولی او بی آنکه بخوابد در تخت خواب نشست و به آنچه به او می گفتند پاسخ نمی داد. و هر بام داد پیش از آنکه به کارگاه بیاید می رفت و سری به گورستان می زد. 15 روز این روش ادامه یافت. پس از آن در نیمه های بعد از ظهر سیلوی ناپدید شد. برخی مشتریان آمدند و به انتظار نشستند. به هنگام شام هنوز سلوی نیامده بود. ساعت از 10 و از 11 گذشت. شوهرش می ترسید که از نومیدی بلایی به سر خود آورده باشد. در حدود ساعت 1 سلوی به خانه باز آمد و آن شب سلوی به خواب رفت. ممکن نشد چیزی از او فهمیده شود. غروب فردا باز سلوی ناپدید شد و پس فردا باز همچنین. اکنون او حرف می زد و چنین می نمود که از فشار عصبیش کاسته شده باشد، اما نمی گفت که به کجا رفته بوده است. کارگرانش وراجی می کردند. شوهرش از سر دلسوزی شانه بالا می انداخت و به آنت می گفت اگر هم به من خیانت بکند نمیتوانم از او دلتنگ باشم، زیادی از حد رنج کشیده است و حتی اگر این کار بتواند او را از این وسواس بچه بیرون بکشد خب باشد. آنت موفق شد که سیلوی را سرپایی گیر بیاورد. در پرده به او گوشزد کرد که بیرون رفتنهایش موجب چه بدگمانی ها و چه نگرانی و اندوهی میشود. سیلوی که ابتدا نمیخواست کمی بیستد و به نظر میرسید که آنچه ممکن بود دیگران بیاندیشند برایش یکسان است، این نیکدلی شوهر به دلش نشست. یک بار نیازی به راز گفتن در او بیدار شد. آنت را به اتاق خود برد و در را بست. یک سر نزدیک خواهر نشست و به شیوهی اسرارآمیز با صدای آهسته و چشمان رخشان بر او فاش کرد که هر شب به یک محفل احضار روح می رود و با گروهی گرد میز نشسته با دخترکش حرف می زند. وحشت زده به سیلوی گوش می داد که با صدایی منقلب گشته جوابهای بچه را بازگو می کرد و یارای آن نداشت که احساسات خود را نشان دهد. دیگر نیازی بدان نبود که از سیلوی بخواهند به سخن ادامه دهد. او خود از این لذت می برد که این گفته های بچگانه را که همه خون دل خود را بدان انتقال داده بود به صدای بلند برای خود بازگو کند. آنت نمی توانست این پندار را که خواهرش بدان زنده بود در هم شکند. لئوپولد چیزی نمانده بود که زنش را در این راه تشویق کند. برای ذهن متعارف و ناتراشیده او این اعتقاد به هر کیش و اعتقاد دیگری می‌ارزید. آنت از پزشکی مشورت خواست.
و او گفت که بگذارد تا از حدت اندوه کاسته شود. اکنون سلوی شکفته بود. آنت از خود می پرسید که آیا اگر او بود اندوه مقدس را بر این شادی فریبامیز که حرمت مرگ را می برد ترجیح نمی داد؟ سیلوی در کارگاه دیگر روابط خود را با دنیای مردگان پنهان نمی کرد. کارگرانش او را بر آن می داشتند تا اجلاس‌های خود را برایشان حکایت کند. به شنیدن آن لرزه‌ای خوشایند از آن گونه که از خواندن پاره‌ای داستان‌های پاورقی حادث می شود بدیشان دست می داد. گاه که آنت بدانجا می آمد می شنیدشان که نظرهای پر سر و صدای خود را با روایت آخرین گفتگوی سیلوی با اودت در هم می آمیزند. شاگرد کارآموزی در پس پارچه‌ای که تا می کرد به ریش سیلوی می خندید و سیلوی که در گذشته طنز را به استادی به کار می برد هیچ ملتفت نمی شد و با پرگویی در خیالات بیمارگونه خود فرو رفته بود. سیلوی در این مرحله باقی نماند. یک شب بی آنکه آنت را خبر کند مارک را همراه خود برد. او بار دیگر محبتی پرشور به مارک پیدا کرده بود. همین که چشمش به او می افتاد چهرهش می شکفت. آنت تا مارک را در خانه نیافت حد زد چه پیش آمده است. ولی پس از آن که او خیلی دیر وقت عصبی و نفس بند آمده به خانه بازگشت، آنت نخواست او را بران دارد که ماجرا را برایش بازگو کند. بچه در خواب فریاد زد. آنت برخاست و آرامش کرد و با دستهای مهربان خود سرش را نوازش کرد. بامداد فردا آنت سخت با سیلوی پرخاش کرد. پای پسرش در میان بود و او دیگر هیچ رو در بایسی نداشت. این بار بیزاری خود را نسبت به آن دیوانگی های خطرناک پرده پوشی نکرد و خواهرش را به شدت از آن که بچه را در این چیزها دخالت دهد منع کرد. سیلوی که اگر وقت دیگری بود با همان لحن به او پاسخ می گفت با لبخندی دو پهلو سر به زیر افکنده از روبرو شدن با نگاه خشمگین آنت پرهیز داشت. غریزه‌اش چندان اعتمادی به مکاشفات آن جهانی خود نداشت تا آنها را در معرض انتقاد پرشور خواهرش بگذارد. مجادله هیچ نکرد، هیچ وعده‌ای نداد. با نوازشگری ریاکارانه‌ای با آنت روبرو شد، مانند ماده گربه‌ای که با او عتاب رفته باشد اما جز به میل خود رفتار نخواهد کرد. با این همه جرأت نکرد که بار دیگر مارک را با خود ببرد، ولی او را محرم راز خود می داشت و آنچه را که در اجلاس‌های خود شنیده بود با او در میان می گذاشت و منعشان از گفت و شنود بسیار دشوار بود، زیرا مارک نیز با همان بدگمانی خاله‌اش در این زمینه راز پوشی می کرد. سیلوی به مارک می گفت که اودت از او سخن می گوید و همین او را به پسرک دلبسته می داشت. اودت مارک را به سیلوی واگذار کرده بود. او پیغام های دو کودک را به هم می رساند. مارک در حقیقت این همه را باور نداشت. روح انتقادی پدر بزرگ از او در برابر این جفنگ ها دفاع می کرد، ولی تخیلش برانگیخته بود. با علاقمندی و بیزاری گوش می داد. در همان حال که خود را به این بازی ناسالم وامی داد درباره سیلوی سخت گیرانه قضاوت می کرد و حکم خود را به همه زنها تعمیم می داد. ولی این هوای گورخانه ها برای پسری به این سن و سال ناسالم بود. مسخره بازی وحشتبار زندگی و مرگ به نحو پیشرسی ذهنش را مشغول می داشت. حس می کرد که بوی گوشت گندیده او را در میان گرفته است. دقایقی
نفسگیر. و چون در آستانه دوران نوجوانی هنوز اندیشش چندان نیرومند نبود که از او دفاع کند، نیروی تبالود زندگی در مقام واکنش از دردآلودترین غرایز که همچون دام و دد در دل شب پرسه می زدند یاری جوست. رمه ای هولنگیز پنداشتی که ارگانیسم روح در سیر تحول خیش بر اثر نوعی امبریوژنی از همگی اشکال حیوانی می گذرد و ناگزیر است مراتبی هرچه دد صفتانه تر را پشت سر بگذارد تا به مرحله تسعیدشان به دست هوش و اراده انسانی ارتقا یابد. خوشبختانه این بازگشت اشکال وحشیانه آغازین بس کوتاه است، به اندازه گذار اشباح. بهتر از همه آن است که خود را به گوشه‌ای بکشند و بی آنکه کاری کنند که شعور تیرشان بیدار شود، بگذارندشان که هرچه زودتر بگذرند. ولی این ساعت خالی از خطر نیست و مهرآمیزترین مراقبت‌ها نمی‌تواند از کودک در برابر آن دفاع کند، زیرا تنها آن مکبس خردسال است که اشباح را می‌بیند. در دیده دیگران، کسانی که از همه به او نزدیک‌ترند، جای بانکو خالی می‌ماند. آنان صدای شاداب و خطوط پاک چهره بچه را می‌بینند و چشمشان بر سایه‌های وحشتناکی که در ژرفای چشمان روشنش می‌دوند بینا نیست. خود او هم به عنوان بیننده‌ای کنجکاو به زحمت تمیزشان می‌دهد و چگونه می‌تواند بشناسدشان؟ چه آنها؟ این غریزه های تملک، خشونت و حتی جنایت از جهانی برخواسته اند که او در آن زاییده نشده است. هیچ اندیشه تباه نیست که در این روزها با او تماس پیدا نکند که او خود به نوک زبان نچشدش. از آن دو زن که مارک را به ناز می پروردند، هیچ یک از وجود قولی که در پاره دقایق کنار دامن خود گرفته بودند بو نمی بردند. در این میانه اندک اندک سلوی آرام می گرفت. بازگفت اجلاسهایش دیگر جنبه اسرارآمیز نداشت. بی هیجان با لحنی شتاب زده از آن سخن می گفت. میل هم نداشت که اصرار ورزد. به زودی اگر هم از آن چیزی می گفت، به ناراحتی و از روی تکلف بود و ناگهان دیگر حرفی از آن نزد. به پرسش ها جواب نداد. آیا دچار سرخوردگی شده بود و نمی خواست بدان معترف باشد؟ یا آنکه خسته شده بود؟ به کسی در این باره چیزی نگفت، ولی در گفت و شنودهای طولانی که همچنان با مارک داشت، دنیای نهفته پس از مرگ به تدریج جایی هرچه کمتر اشغال می کرد و سرانجام هم ناپدید شد. به نظر می رسید که سیلوی تعادل خود را باز یافته است. در چشم کسانی که در پیرامون او بودند، گذار مصیبت جز به این شناخته نمی شد که او اکنون مسن‌تر دیده می شد و قیافه‌اش چنان بود که نه تنها به دست اندوه تراش نخورده، بلکه برعکس مادی‌تر شده بود. خطوط چهره اندکی ستبر و پیکرش گوشت‌آلودتر شده بود، گرچه با همان ظرافت و با شادابی بیشتر. نیازهای نیرومند زندگی در او از درد و مصیبتی که تحمل کرده بود انتقام می‌خواست و رنج‌های تازه و لذت‌های تازه، برگ‌های افتاده از شاخ روزها، گرد و غبار راه، اندک اندک مغاکی را که در قلبش دهن باز کرده بود پوشان.